نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامک ای کنم باز، ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز صنف هفتم. به برنامه مکتب هادی خوش آمدید. دوستان عزیز، به جلسه 26 رسیدیم. عنوان درس امروز ما در مورد یک ماده افیونی تحت عنوان مواد مخدر است. در حوزه دستور زبان ما و شما آشنا میشویم با یک علامت نگارشی جدید تحت عنوان علامت سوالیه. دوستان عزیز، در فضای مجازی ما رو دنبال کنید. نمبر ارتباطی ما و شما 2096470255413 آماده دریافت نظرات شما خوبان دری زبان است. عزیزان جان، همراه ما باشید. می رویم، برمی گردیم. خب شاگردای عزیز و گرامی، قبل از اینکه وارد درس نو شویم، کار خانگی جلسه قبل را با هم مرور میکنیم. در جلسه قبل گفته بودیم که در زبان دری علامت شارحه که در واقع کدام علامت است؟ همون علامت دو نقطه سربسر. چه کاربردهایی دارد علامت شارحه در حوزه زبان دری؟ در کجاها مورد استفاده قرار می گرفت؟ می خواهیم یک بار دیگر کاربردهای علامت شارحه رو دوستان با هم مرور کنیم. خب بیان می کنیم که این علامت در کجاها کاربرد دارد. اول مورد، می گوییم زمانی علامت شارحه استفاده می شود که چی باشد؟ یک زمانی که برای نقل قول مستقیم قبل از علامت چی بیاید دوستان؟ گیومه بیاید. پس برای نقل قول مستقیم قبل از گیومه. پس هر زمانی که ما یک نقل قول رو خواستیم مستقیما بیان بکنیم و این نقل قول در داخل گیومه قرار موقعیت پیدا کرد، از علامت شارحه استفاده میکنیم. مثال میزنیم، میگوییم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفتند به پدر و مادر خود نیکی کنید. نگاه کنید شاگرد عزیز، ما یک جمله، یک حدیث مشهوری از پیامبر مکرم اسلام برای شما آورده ایم. چی گفتیم؟ پیامبر اکرم فرمودند، گفتند دو نقطه یا شارحه. نگاه کنید دوستان، پس شارحه اینجا می آید. برای نقل قول مستقیم قبل از چی؟ قبل از گیومه. به پدر و مادر خود نیکی کنید، علامت گیومه رو هم که میبینید و این حدیث در داخل گیومه قراره موقعیت پیدا کرده است. خب این اول مورد. مورد بعدی کجا؟ میگوییم که برای تفضیل یا تشریح یک مطلب در جمله. هر زمانی که خواستیم یک مطلبی را در داخل یک جمله تشریح بکنیم، توضیح بیشتر بدهیم دوستان، باز هم از علامت شارحه استفاده
میکنیم، مثال میزنیم. چه مثالی میگوییم که دروس مکتب هادی عبارتند از دو نقطه یا شاره دری ریاضی فیزیک کیمیا و بیولوژی. دروس مکتب هادی عبارت از چیه دوستان؟ دری، ریاضی، فیزیک، کیمیا، بیولوژی. ما یک مطلبی را میخوایم توضیح بدیم. چه مطلبی؟ دروس مکتب هادی، چه درسهایی در مکتب هادی تدریس میشود؟ درسها را عبارت کردیم، برای شما نام بردیم. هر زمانی که خواستیم توضیح بیشتر بدیم، باز هم چی میکنیم دوستان؟ از علامت شارحه استفاده میکنیم. شارحه در این جای جمله قرار دارد. خب بعدی چی؟ سوم، بعد از کلماتی مانند چون که به حیث و غیره. پس هر زمانی هم که در داخل جمله ما کلماتی مانند چون که به حیث و کلماتی از این قبیل داشتیم، باز هم چیکار میکنیم دوستان؟ از شارحه یا دو نقطه استفاده میکنیم. میگوییم چی؟ میگوییم در قدیم مشاغلی مانند شارحه، نجاری، آهنگری، دهقانی و غیره به نیروی یدی نیاز داشت. در قدیم مشاغلی مانند نجاری، آهنگری، دهقانی و خیلی مشاغل دیگر دوستان به نیروی یدی نیاز داشت. میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم علامت شارحه را به کار ببریم. در داخل جمله علامت شارحه را به کار بردیم. چه جایی؟ زمانی که برخی از کلمات می آمده. مانند چی؟ نگاه کنید، مانند آمده. چون مانند آمده، بعدش چی باید قرار بگیره؟ بعدش علامت شارحه باید قرار بگیره. و یک مورد دیگر هم داشتیم دوستان، و مورد آخر کجاست؟ میگوییم که برای تقسیم عناوین کوچک در متن. یک زمانی میخواییم یک عناوینی را، یک عنوانی را، یک مفهومی را در داخل جمله داریم و او را تقسیم کنیم. حال برای تقسیم کردنش باز هم از شارحه استفاده میکنیم. میگوییم چی دوستان؟ میگوییم که کلمه به سه قسم تقسیم میشود. علامت شارحه. خب به چه اقسامی تقسیم میشود یک کلمه دوستان؟ میگوییم که برای تقسیم علامت، تقسیم کلمه، ما به طور کلی میگوییم کلمه یا اسم است یا فعل است و یا هم حرف است. پس هر زمانی که دستبندی کردیم، یا این حالت میشود دوستان، یا میتوانید حتی این حالت هم بذارید، بگویید اسم، فعل، حرف، که در واقع این تقسیم بندی عنوان کلمه در داخل یک متن میتواند باشد. خب شاگردای عزیز، قبل از اینکه مواد مخدر و اثرات زیان آوری که بالای وضعیت صحت و سلامت انسان‌ها دارد را بررسی کنیم، این ماده را تعریف می‌کنیم و می‌خوایم آشنا شویم و ببینیم
که ماده مخدر به چه ماده‌ای گفته می شود. خب آوردن که در تعریف ماده مخدر، ماده نشأ آوری است که مصرف آن فعالیت‌های سیستم اعصاب مرکزی انسان را تغییر می‌دهد، در صورت استعمال مکرر سبب اعتیاد روانی و بدنی انسان می‌شود. پس وقتی که یک انسان برای اولین بار از ماده مخدر استفاده می‌کند، اثری که این ماده مخدر می‌گذارد بر روی سیستم اعصاب مرکزی انسان است و سیستم اعصاب مرکزی انسان را به شدت مختل می‌کند، اثر بسیار بسیار شگرفی می‌گذارد که اثر می‌تواند هم تسکین دهنده درد انسان باشد. انسان ها مشکلاتی دارد، برای فرار از این مشکلات به سمت این ماده پناه می‌برند و این می‌شود یک علل گرایش به این ماده. از طرف دیگر ادهی برای لذت بردن، برای در واقع خوشگذرانی از این ماده استفاده میکنند و وقتی که میبیند این ماده بسیار بسیار موجب شعف و شادی در انسان میشود، گرایش به سمت این ماده روز بروز بیشتر میشود. بعد میگویند اشخاصی که مواد مخدر استفاده میکنند و استعمال آن به عادت همیشگی و وابستگی جسمی و روحی آنها مبدل شده، چنین انسانهایی را تحت عنوان معتاد از او یاد میکنیم. پس هر زمانی که ما گفتیم معتاد به چه کسی گفته میشود دوستان؟ به انسانها و اشخاصی گفته میشود که از ماده مخدر به طور پیوسته و همیشگی استفاده میکنند و این وابستگی روحی و جسمی در این انسانها اتفاق میافتد. پس اگر یک نفری یک دفعه تنها از ماده مخدر استفاده کرد، نمیتوانیم این شخص را معتاد بنامیم، بلکه معتاد انسانی است که به طور پیوسته و مستمر از این ماده افیونی استفاده میکند. خب انواع مواد مخدر، ما ماده مخدر را برای شما تعریف کردیم، حال میاییم و ببینیم که چه انواعی دارد، چه دسته‌بندی در حوزه مواد مخدر قابل تقسیم بندی است. میگویم به طور کلی ما دو نوع ماده مخدر داریم، یا ماده مخدر یک ماده طبیعی است و یا هم یک ماده کیمیاوی یا مصنوعی است. خب از جمله مواد مخدری که به شکل کاملا طبیعی مورد استفاده قرار میگیرد، همون تریاک یا گل خشخاش است، یا همون گیاه خشخاش است که میبینیم که در واقع در یک مناطق خاصی گیاه خشخاش، گل خشخاش در واقع کش می شود، زراعت می شود و بعد برداشت می شود و به طور کاملا طبیعی می توان آن را استفاده کرد، به طوری که در برخی از نقاط کشور عزیزمان افغانستان این گیاه کش می شود و مورد استفاده قرار می گیرد. اگرچه استفاده، استعمال و کشت چنین ماده ای در کشور ما هم یک امر کاملا غیر قانونی است. دوم میگوییم که انواع مواد مخدر یک شکل دیگری هم دارد. شکل دیگر این ماده مخدر شکل مصنوعی یا کیمیاوی این ماده است. اگر از اشکال صنعتی یا مصنوعی یا کیمیایی او ماده بخواییم نام ببریم دوستان، میگوییم این اشکال را دارد، یا به شکل هیروئین است، یا به شکل کوکائین است، یا به شکل مورفین و یا هم به شکل کودوئین است. اگرچه دو نوع آخر ماده مخدر مصنوعی یعنی مورفین و کودوئین به شکل دارویی هم در داخل در واقع داروخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از افراد برای درمان، بسیاری از پزشکان، بسیاری از در واقع دکترها برای درمان، برای تسکین درد افرادی که از شدت درد و مرضی خود رنج میبرند، از مورفین و کودوئین به عنوان یک ماده مسکن استفاده میکنند. خب شاگردای عزیز، اگر بخوایم وارد بحث اصلی ما، چون گفتیم که درس ما در مورد ماده مخدر است و خاصه هدف اصلی این درس آشنایی با ضررها و پیامدهای ناگوار این ماده افیون است. خب میگویم به طور کلی ما سه تقسیم بندی داریم، سه نوع ضرر داریم که در حوزه انسان، در حوزه اجتماع بسیار اثرگذار است این ماده مخدر. اول میگویم که زیانهای صحی، بالای وضعیت صحی و سلامت انسان یک ماده مخدر چه اثراتی بر جای میگذارد.
اول میگویم که این ماده باعث ایجاد سرطان‌های مختلف در انسان می‌شود. اگر اکثر افرادی که ماده مخدر، مواد مخدر را مورد استفاده قرار می‌دهند نگاه بکنید، این افراد کسانی هستند که از بیماری سرطان رنج بسیار بسیار زیادی می‌کشند. مورد دوم سکته‌های قلبی و رنگی زرد است. نگاه می‌کنیم دوستان، اکثر کسایی که ماده مخدر استفاده می‌کنند از سکته های قلبی رنج میبرند. همین سکته قلبی موجب از دنیا رفتن و مرگ افراد میشود. و از سمت دیگر افرادی که ماده مخدر استفاده میکند دچار زردی هستند. رنگ آنها، رنگ صورتشان، رنگ دستشان، رنگ بدنشان به سمت زردی گرایش پیدا میکند. این زیانهایی است که در حوزه زیانهای صحی افراد معتاد دوستان برای شما ذکر کردیم. خب زیانهای نوع دیگری هم دارند تحت عنوان زیانهای اجتماعی. زیانهای اجتماعی یعنی پیامدهای مخربی که بالای وضعیت اجتماعی افراد یک جامعه میگذارد. و ماده مخدر باعث میشود که یک فرد معتاد برای تأمین مایحتاج روزمره خود، برای تأمین اون ماده مخدر خود دست به چی بزنند دوستان؟ دست به سرقت بزنند. سرقت یکی از پیامدهای ماده مخدر است که افراد برای تأمین نیازهای روزمره، چه غذا باشد، چه خوراک باشد، چه پوشاک باشد، چه نیازهای او اگر دارای خانواده باشد و فرد معتاد، برای تأمین نیازهای او افراد به شکل کاملا طبیعی یا به شکل غیر طبیعی برای تأمین نیاز او ماده مخدر روز خود دست به سرقت میزند و سعی میکند که پولی پیسه‌ای برای تامین ماده مخدر خود فراهم کند. گاهی افراد توانایی سرقت را ندارد. یک فرد معتاد نمیتواند، دست ندارد، توان ندارد، قدرت ندارد که سرقت انجام دهد یا کار کند و به طور کاملا مشروع قانونی نیازهای خود را برطرف کند. دست به یک عمل دیگر میذارد و او عمل گدایی و تکدیگری است. در واقع میبینیم که بسیاری از افراد معتاد در سطح جامعه دستشان جلو بقیه دراز است که نیازهای مادی خود یا نیازهای خوراکی خود را تامین کند. و در واقع ضررهای آخری که دوستان با هم بررسی میکنیم زیانهای اقتصادی است که افراد معتاد در یک جامعه بر جای میگذارند. اولی فقر است دوستان. فقر بزرگترین مشکل و بزرگترین گناه جمعی یک جامعه است. اگر در روایت ها نگاه بکنیم، اگر در احادیث نگاه بکنیم، فقر در یک جایگاه خیلی خاص است که همواره به سیاستمداران، به حاکمان دستور داده می شود از سمت خداوند، از سمت پیامبر، از سمت اولیای خدا که فقر را در جامعه ریشه کن بکنید. فقر مادر تمامی مشکلات است. وقتی در یک جامعه فقر حاکم شود، تمامی آسیب ها، تمامی مشکلات، تمامی در واقع پیامدهای ناگواری که یک جامعه میتواند تصور بکند در او جامعه رخ میدهد. پس افرادی هستند که معتاد هستند، در داخل جامعه زندگی میکنند و این افراد توانایی تامین نیازهای اقتصادی خود و خانواده خود را ندارند و به سمت گدایی یا به سمت سرقت حرکت میکنند و در وضعیت زندگی میکنند که همیشه چنین افرادی در فقر مطلق زیست میکنند. دوم زیان اقتصادی که این افراد در جامعه گذارند تباهی سرمایه های مادی است. بسیاری از افرادی که معتاد هستند متاسفانه از یک استعداد، از یک توانایی شگرف و کاملا خاصی برخوردار هستند. کسانی که در جامعه زندگی میکنند یه افراد یا کسانی هستند که از نظر علمی افراد قوی هستند یا از نظر توانایی جسمی میتوانند در یک رشته ورزشی برای یک کشور در واقع افتخار ساز باشند، افتخار آمیز باشند چنین اشخاصی در جامعه، ولی دچار یک پدیده شوم، دچار یک ماده افیونی به نام ماده مخدر میشوند و تمامی استعدادهای بالقوه و بالفعل چنین افرادی متاسفانه هدر میرود. و این زیانهایی که برای شما گفتیم دوستان، چه زیانهای صحی باشد، چه زیانهای اجتماعی باشد و چه زیانهای اقتصادی باشد،
نتیجه چنین پدیده شومی در جامعه است. خب حال دوستان بیاییم وارد خود معتادان میشهیم و معتادان یعنی کسانی که ماده مخدر را به طور کاملا مستمر و پیوسته استفاده میکنند و بر وضعیت جسمی و روحی افراد اثر میگذارد را یک مقداری اطلاعات بیشتر و معلومات بیشتری خطاب شما میدهیم. میگویند بیشتر معتادان بین 15 تا 25 سال سن دارد. یعنی چی؟ یعنی وقتی نگاه میکنیم به وضعیت معتادان متاسفانه ببینیم که سن اعتیاد در یک جامعه خاصه در جامعه خود ما افغانستان عزیز ما به سمت پایین آمدن سن اعتیاد گرایش پیدا کرده و این یک زنگ خطری برای یک جامعه و برای ساختار سیاسی یک کشور است. چرا؟ چون اگر نگاه بکنیم دوستان به لحاظ اقتصادی، اگر در جلسات قبل خطاب شما گفته بودیم که سن فعال اقتصادی در یک جامعه یعنی چی؟ یعنی افرادی که توانایی کار دارن در سن کار قرار دارن و هر چقدر افراد بیشتر باشد در او جامعه زمینه برای روش و پیشرفتش به مراتب نسبت به کشورهای دیگر بیشتر است. خب این سن چه سنی بود؟ گفتیم از سن 15 تا سن 45 سالگی را سن فعال اقتصادی میگوین که افراد جامعه میتواند بسیار بسیار اثرات خوبی به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره در یک جامعه بگذارند. ولی اگر این افراد در چنین سنی یعنی در سن 15 تا 25 سالگی قرار داشته باشند و دچار پدیده شوم اعتیاد شوند، پس میبینیم بسیاری از افراد در این سن قرار دارند معتاد شده و در واقع این ضرر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جبران ناپذیری برای یک جامعه است. در کشور ما معتادان بیشتر هروئینی یا پودری نامیده می شود. خب میبینیم که اکثر افرادی که ماده مخدر را استفاده می کند در اسلاید‌های قبلی گفتیم که انواعی داره، یا طبیعی است یا کیمیاوی است، ولی شکل استفاده در واقع ماده مخدر کیمیاوی نسبت به طبیعی گسترش پیدا کرده و نرخش بیشتر شده. بیشتر معتادانی که در کشور ما قرار دارن کسانی هستند که از نوع ماده مخدر هروئین استفاده میکنند که یک شکل پودری میباشد. اشخاص پودری در جامعه منزوی، منفور و بی‌قدر است. چرا؟ چون این افراد نه توانایی کار دارند، نمیتواند در واقع یک سرپرستی خود را، خانواده خود را داشته باشم. استعدادهای فطری، استعدادهای بالقوه و بالفعل چنین افرادی از دست رفته، توانایی کار ندارد و یک فردی در واقع و یک باری بر روی جامعه هستند. پس این افراد نه قدر دارند و نه منزلت اجتماعی. معتادان به سبب مشکلات روانی، ناآگاهی، همنشین بد، محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی معتاد می‌شوند. پس ما در این مورد دوستان در مورد عواملی که باعث می‌شود یک معتاد معتاد شود. خب چیست؟ می‌گویم گاهی مشکلاتی است که در داخل خانواده برای یک فرد ایجاد می‌شود و به لحاظ روحی و روانی فرد را دچار اختلال می‌کند. گاهی افراد هستند که از ماده مخدر آشنایی درست حسابی ندارند. این شکل از ماده مخدر را نمی‌شناسند. چون علم ندارند، جهل دارند، ناآگاهی دارند، همین عامل به سمت گرایش می‌برد چنین افرادی را. همنشین بد، گاهی دوستان بد باعث می‌شود که یک فرد به سمت ماده مخدر تمایل پیدا کند. محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی، گاهی می‌بینید که شما یک فرد تحصیل کرده هستین، یک فرد باسواد هستین، در جامعه شغل مورد نظر خود، مورد علاقه خود را پیدا نمی کنید، یا از اون طرف دیگر کسی هستین که در یک طبقه پایین جامعه زندگی می کنید، توانایی ارتقا به سطوح بالای جامعه را ندارید، از نظر اقتصادی وضعیت درآمدی بسیار بسیار در وضعیت اسفبار زندگی میکنید، توانایی تغییر وضع موجود را هم ندارید. همه ای عوامل باعث میشد که در شما به لحاظ وضعیت روحی یک صدمه جبران ناپذیری زده شود و افراد به خاطر که از این مشکلات، از این مسائل، از این محرومیت ها فاصله بگیرند به دامان ماده مخدر پناه می آورند.
خب درمان یک فرد معتاد، حال ما گفتیم یک فرد معتاد شده در داخل جامعه، چه کار بکنیم فرد از اعتیاد خلاصی پیدا کنه؟ خب میگوییم که چگونه میتوان یک شخص معتاد را تداوی کرد، برای درمان یک شخص معتاد چه کارهایی باید انجام بدهیم. نکته اساسی، یک نکته بسیار کلیدی که در این اسلاید هست دوستان، این مطلب است: معتاد مریض است نه مجرم. معتاد یک فرد بیمار است. به عنوان یک انسان بیمار به یک شخص معتاد نگاه کنید، نه به عنوان یک مجرم. این مجرم نیست، این جنایت نکرده، این در واقع گناه نکرده، بلکه یک انسان است که دچار یک خطا شده، دچار یک بیماری است، دچار یک مریضی است. پس انسان مریض را میتوان درمان کرد. فرد معتاد محتاج کمک است. چرا؟ چون انسان معتاد بر اساس یک سری عوامل به سمت ماده مخدر گرایش پیدا کرده، نیاز به کمک دارد، نیاز به همیاری داره که چنین انسان را دستش را بگیری، بلند بکنی و در مسیر درست جامعه قرار بده. تشویق به تداوی و ترک مواد مخدر، همواره تشویق کنید، همواره در واقع به او فرد معتاد روحیه بدهید. دادن روحیه به انسان معتاد برای رهایی از این ماده افیونی بسیار کارساز و اثرگذار است. دین اسلام استعمال مواد مخدر را به دلیل ضرر به صحت و سلامتی انسان و انحطاط اخلاقی جامعه ممنوع کرده است. پس ما می‌بینیم که چون جامعه ما یک جامعه اسلامی است، ارزش‌های اسلامی، هنجارهای اسلامی، فرهنگ اسلامی در گوشت و پوست و جان تک تک افراد جامعه ما رسوخ کرده، اثر گذار هست. یکی از نکاتی که همین دین مبارک اسلام میگوید دوستان همین نکته است که در مورد انسان‌هایی که دچار اعتیاد می‌شود، همواره مدارا کنید، تشویق به سمت در واقع راه درستی افراد بکنید و افراد را از مبتلا شدن به این بیماری کاملا هشدار دهید و برحذر بدارید. خب شاگردای عزیز، وارد بخش دوم میشویم در حوزه قواعد دستوری. امروز ما و شما آشنا میشویم با یک علامت نگارشی تحت عنوان نشانه پرسشی، سوالی یا استفهامی که در انتها شکلش رو دوستان میتوانید ببینید که میخواهیم امروز معلوماتی در مورد این علامت بدهیم. خب در ابتدا میگویم که پس از جمله هایی به کار میرود که شکل پرسش مستقیم داشته باشد. پس علامت سوالیه یا نشانه پرسشی در کجا به کار میرد دوستان؟ در جملاتی که در واقع به شکل پرسش کاملا مستقیم به کار برود. به طور مثال نگاه میکنیم: آیا میدانید دین اسلام درباره معتاد چی گفته است؟ این یک شکل کاملا سوالی است دوستان. یک سوالی را کاملا طبیعی به طور کاملا واضح روشن مطرح میکنیم و در انتهای همین مطلب از علامت سوالی استفاده میکنیم. یا میتواند این سوال از نوع چی باشد؟ استفهام انکاری باشد. یعنی چی؟ استفهام انکاری یعنی پرسیدن یک پرسش، سوال مطرح کردن از یک شخص در حالی که جواب این سوال را او کسی که این سوال را مطرح میکند میداند، ولی برای تأکید، برای تفهیم یک مطلب به طرف مقابل از این سوال استفاده میکند. آیا تا کنون شده از کاری را درست انجام بدهید؟ یک چیه دوستان؟ یک استفهام انکاری. آیا تا کنون شده از کاری را درست انجام بدهید؟ خود شخص میداند که نه، چنین کاری اتفاق نیفتاده، ولی باز هم سوال میکند تا تأکید بکند به طرف مقابل خود. خب حالا شاگردای عزیز، ما از شما میخواییم که در کار خانگی جلسه آینده به این سوال پاسخ دهید: در زبان دری علامت سوالی چه کاربردهایی دارد؟ خب علامت سوالی رو آشنا شدیم، دو کاربرد برایش بیان کردیم، حالا شما میخواییم که در قالب یک مثال این دو کاربرد رو برای ما تشریح کنید. خب شاگردای عزیز و گرامی، در پایان جلسه امروز رسیدیم. خسته نباشید، مانده نباشید.
ما را در فضای مجازی همراهی بکنید. نمبر ارتباطی ما و شما 2964-780-255-4013 آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما خوبان دری زبان است. تا دیدار دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.